тоҷикистон тӯли 6 моҳи охир 180 ширкат фаъолияташро қатъ намуд. Русия дар минтақаи навбатии нархи патент боло хоҳад рафт. Ин фақат арз ҳар ҷангу ҳурай дар миҷа. Барои получени патент. Дар пойтахти Ўзбекистон ҷинояткорони потенсиалиро муайян намуданд. وضعیت اقتصادی تاجیکستان روز از روز بدتر می شود. بنابر اطلاعی وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان در نیم ساله اولی سال جاری در کشور زیاد از 180 شرکت فعالیتش را قطع نمود. در این خصوص ازیا پلوس به رئیس خدمات ضرابالدین فیض‌الله‌زاده تکیه نموده اطلاع داد. اینچنین در نتیجه قطع شوی فعالیت شرکت ها تقریبا 2000 نفر ساکنان کشور بیکار شدند. از سبب بدشوی وضعیت اقتصادی در کشور، امسال بعضی از شهروندان مجبور شدند به زیارت کعبه نروند. شماره شخصانی که به حج رفتن نمی توانند، 1000 نفر را تشکیل نمود. در این خصوص کمیته آید به کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های نزد حکومت تاجیکستان خبر دادند. استقبال سزاواری حاجیان به عربستان سعودی سفر کرده است و این گروهی همه نمودی هنر دارند، سیاشکان میکنند، کافر میزنند، شکاتور میکنند. مشاهدان قید میکنند که جوانان تیاران برای 800 سومانی تقریبا 80 دلار در یک ماه کار بیکنند، حالان که پیشتر برای 800 سومانی تنها نفق خوران کار میکردند. با کمکی 300 تیجه باشه اگر 300 از دستان کبیره، 300 از هشتوده، 300 از گیفرازیمه، همه مردی کنند. در شهر چلیابینسک فدراسیون روسیه حکومت محلی میخواهند برای مهاجران مهنتی نرخ پتنت را افزایش دهند. در این خصوص سامانه اورارو با سردار سرریاست مهنت و شغل اهالی ولایت ولادیسلاو سمیرنوف تکیه نموده اطلاع میدهد. با عقیده سمیرنوف چنین اقدام به بودجه محلی 150 میلیون روبل درآمدی ایلاوگی میآورد. از سال 2014 این جانب کوتا به قوه کاری خارجی از 10.4 هزار تا 204 نفر اختصار شده است. همگی در منطقه با حساب میانه در یک سال 18 هزار نفر با پتنت کار و فعالیت میکنند. با این ما رقمی مذکورا با نرخ پتنت به تنظیم میداروریم. این زمان نرخ پتنت در یک ماه 4.1 هزار روبل را تشکیل میدید. با بودجه محلی در یک ماه 450 میلیون روبل درآمد میآید. پیشنهاد من این است که در سال 2020 نرخ پتنت افزایش داده شود. در حالت افزایش آن به 5000 روبل در یک ماه ما می توانیم به بودجه 600 میلیون روبل درآمد بیاریم، گفت سمیرنوف در مجلس حکومت محلی. همین طریق مهاجران مهنتی نه تنها کمچنین قوای کاری بلکه به بهترین منبع تکمیل دهی بودجه روسیه تبدیل یافتند. یادرس میکنیم که معاش میانه مهاجران مهنتی در منطقه مذکور تقریبا 30000 روبل را تشکیل میدهد که نصف آن را هر یک مهاجر مهنتی برای زیستن، پرداخت پتنت، خوراک و به دیگر خراجات ها صرف می نماید. این فقط عرض هر جنگ و هورای در میجه. برای پلوچنی پتنت. کمیته زنان ازبکستان روی خط زنهای غیر معتمدی ساکنان شهر تاشکند را ترتیب دادند که در آن 23 نمود زنهای به جنایت صادر کردن تابع بوده داخل می شوند. در روی خط غیر معتمد از جمله زنهایی که به صادر نمودن جنایت تابع بوده، زمانی دراز در کشور نبوده، پس از زمانی دراز به وطن برگشته، به دستگیری روحی احتیاج داشتگان، به تربیه فرزند تاثیر منفی داشتگان، در آیله حالت غیر سالم داشتگان، آیله های به جدا شوی نزدیک بودگان، زنهای بیکار، کم درآمد، موقتاً در شهری تاشکند زیستگان، اینچنین زنهایی که بدون قید زیست میکنند. نابالغان تا سینی 18 سالگی و دخترهای جوان از سینی 18 تا 30 سالگی، زنهای معیوب، جدا شدگان و مادرانی تنها داخل شدند. چی طوری که خدمات مطبوعاتی حکومت شهر تاشکند اطلاع داده است، چنین قرار در نتیجه واخری هایی که سنه 27 ایول با ساکنان تمام ناحیه های پایتخت برگزار شده بود قبول گردیده است. در جمع آمدها معاون حاکم شهر سردار شعبه شهری کمیته زنان دلبر نجمی دینوا رئیسی کرد. در نتیجه واخری ها قرار قبول شده است که گروه های کاری آیدی واقف نمودن جنایت های زنان تشکیل شده است که در آن کارمندان حفظی حقوق و متخصصان کمیته زنان داخل می شوند.
در این زمان خبری مذکور فضای اینترنت ازبکستان را به لرزه آورد. تشبسی مذکور را در سامانه های اجتماعی به تنقید سخت قرار دادند. استفاده برندگان فیسبوک و اینستاگرام فلش موب تحت هشتگ زنی پرخطرناک جاری نمودند.